از مجتبی امینی کارشناس مطالعات اسلامی از لندن پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. آقای امینی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای امینی دیدگاه شما را پیرامون سوال‌های مطرح شده در انتهای خبر بشنویم. بفرمایید. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم شد. ممنونم. ابتدا باید عرض کنم که مهاجرت یک امر دو طرف است. اونطور که وارد میشن خارج هم میشن. و طبق آمار ملی بریتانیا حتی در سال 2022 حدود 557,000 مهاجر از انگلیس به بیرون رفته. بذار یک امر پسندیده است امر مهاجرت، اما عده قلیلی به خاطر شرایط تبلیغاتی که برای به دست آوردن یه سری کرسی‌های قدرت در کشورشون میخوان دنبال یک بهانه باشن این امر رو گسترش دادن به امر پناهجویان و مهاجرت. همونطور که در گذشته هم خدمتتون عرض کردم مسئله حتی خروج پناهنده ها از انگلیس به نتیجه نرسید و با روی کار اومدن دولت جدید همه چی کنسل شد، با اینکه خیلی هزینه کردن برای این. اما به طور کل طبق آماری که وجود داره و طبق مشخصاتی که در مسئله اقتصاد وجود داره میتونیم درستی درک کنیم که شغل، دستمزد، نابرابری و کاهش دستها هیچ ربطی به پناهجویان نداره. حتی اگر نگاه روم بکنیم در این کشور 6% حتی میبینیم کاهش پیدا کرده، یعنی پناهجویان در این به سیستم اقتصادی کشور، نه اینکه باعث مشکلات باشن. و از اونجایی هم که نسل گذشته و هر روز بیشتر افراد مسن‌تر میشن در این جامعه، وجود پناهجویان وجود مؤثریه در جایگزین شدن به افرادی که تونستن مثلا کاری رو پیش ببرن، شغلای کلیدی یا حتی شغلای رفاهی و خدماتی و اجتماعی، همه اینا رو دوش پناهجویان میچرخه. حتی در سالهای گذشته اینطوری که من بررسی میکردم برای محصولات کشاورزی در کشور بریتانیا کارگر وارد میکردن چون کمبود بود. حتی با وجود این پناهجویانی که خواهان کار هستن باز کارگر کمبود بود. لذا اینه که تقسیم سرمایه وقتی که دولت مقصر هست اینها رو بهانه میکنه به امر مهاجرت، یا کسانی که در این امر میخوان کرسی های قدرت به دست بگیرن این رو بهانه میکنن. ولی اگر تقسیم سرمایه در کار و در بیزنس به صورت عادلانه تقسیم بشه هیچ کس با مشکلی مواجه نمیشه. اما احزاب دست راستی و کسانی که ناآگاهن تعدادشون بسیار کمه در مقایسه با کسانی که منافع وجود پناهجویان رو در هر کشوری درک میکنن. لذا اینه که امر مهاجرت نمیتونه تأثیر بدی روی اقتصاد هیچ کشوری بذاره اگر اون سیستم دولتی که حاکم هست منابع رو درست تقسیم بکنه و مردم خودش و دیگران رو میتونه راضی کنه و هر کسی رو هم بر حسب شایستگی که داره در جایگاه خودش قرار بده و امر پناهندگی هیچ امر ناپسندی نخواهد. بله، با تشکر از مجتبی امینی کارشناس مطالعات اسلامی از لندن که پیرامون این خبر دعوت ما رو پذیرفتند.